ناف جمهوری اسلامی و آخوندهایش را با دروغ بریدند. نهادهای ظاهراً غیر مذهبی و نظامیشان نیز فقط پوشششان متفاوت است، وگرنه هدفشان جز برخورداری از موهبت‌های این جهان و آن جهان از باور و بلاهت مخاطبان ساده اندیش نیست. مخاطبانی که دروغ را به اشکال مختلف از جمله باورهای مذهبی و خرافی و همچنین توجیهات سیاسی برای رسیدن به هدف زمامداران دروغگو باور می‌کنند و به تدریج خودشان نیز جزئی از دروغ می شوند. دروغی که هر اعتمادی را از بین می برد و در بزنگاه‌های تاریخی زیر پای نظام دروغگو را خالی می کند. همان خدعه‌ای که روح الله خمینی بذر آن را زیر درخت سیب در حومه پاریس کاشت، نخستین موریانه ها را نیز روانه پایه‌های نظام کرد تا آن را دهه ها چنان بجوند و از درون خالی کنند که جامعه اساساً به بازنگری در باورها و فرهنگ خود بپردازد. دروغ چه در ارتباطات فردی و چه اجتماعی یک آفت زیانبار است. در سیاست با نظام حقوقی و آزادی اندیشه و بیان و رسانه و احزاب میتوانان را مهار کرد، اگرچه با تکنولوژی ارتباطات و اختراعات نرم افزاری دروغ ابعاد پیچیده تری یافته تا جایی که صدا و تصویر و مستندات نیز میبایست راست آزمایی شوند، اما دروغ در یک سیستم فکری و مذهبی که آن را به نام تقیه مجاز میشمارد، مرزهای تخیل و اختراعات جدید را هم پشت سر میگذارد. مرزهایی که رژیم اسلامی در ایران پیش از روی کار آمدن از جمله با فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان زیر پا نهاده بود. اینکه کسانی ظاهراً بالغ و معقول و روشنفکر و پیشرو به دروغ‌ها و فریبکاری‌های بنیانگذاران جمهوری اسلامی باور کرده و هر بار برای انتخابات نمایشی هورا بکشند و از شوق سازندگی و اصلاح و اعتدال و برجام در خیابان‌ها به بوق زدن بپردازند و یا در رسانه‌ها و محافل خارج کشور با یا بی جیره و مواجب به توجیه یک رژیم ضد بشری بپردازند، به روانشناسی اجتماعی و آگاهی و درک مسئولیت فردی برمی‌گردد. اما بار این مسئولیت عظیم و آلوده به خیانت و جنایت که قدرت مافیایی در نبردی نابرابر با تمامی منابع مالی و وسایل سرکوب و تبلیغ فضای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را چنان به انحصار خود در بیاورد که سالها هر صدای دیگری تخطئه و تحریف و حذف شود، فقط متوجه زمامداران و مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسلامی از همه جناحین است. افسوس که گویا میرانی های گسترده تر از انقلاب ارتجایی و جنگ 8 ساله و تجربه های مرگبارتر از اعدام های انقلابی و ریختن خون جوانان آبان در خیابان ها و انواع مرگ و اضمحلال و حتی شلیک عمدی موشک به هواپیمای مسافری لازم بود تا دروغ چنان آشکار شود که فریاد دروغگو دروغگو فراتر از وعده و وعیدهای اقتصادی در تظاهرات و تجمعات تنین افکند. وقتی بسیاری از مردم سرانجام دروغها را تشخیص دادند، یعنی دوران تغییر و جایگزینی حکومت دروغگویان فرا رسیده است.